سلام. هرچند شما گوشتون به حرف بزرگترا هم بدهکار نیست، اما ما کوچیکترا به حکم وظیفه میگیم. اگر قرار باشه هر کسی برای به کرسی نشوندن حرفش با شعار دادن بخواد جلوی حرف زدن دیگری رو بگیره، این دور یه روز یقه خودشو هم میگیره. دیر و زود داره، اما استثناءً سوخت و سوز هم داره. 14 خرداد، مرقد امام. از مسئولین میخواییم یه بار به دقت عکسای مراسم مرقد رو نگاه کنن، به چهره ها دقت کنن. این صورتهای محجوب، این قلبای طلایی که همیشه بیشترین حضور رو دارند، به نظر میاد کسانی هن که کمترین بهره مادی رو از انقلاب بردند. اگر میخواید امام هواتون داشته باشه، هوای اینا رو داشته باشید. انصاف نیست که همایش میگیرید برای سال تولید ملی که اصولاً قرار بود بیش از حرف زدن عمل کنید، هیچ. بعد در همایش تولید ملی با سیب خارجی از مهمانان پذیرایی میکنید، چشم ما روشن، سیبش مارک دارم که هست. عمر ما تموم میشه اما نمیفهمیم اکثر این همایش ها جز پول و وقت هدر دادن اصولاً چه فایده ای دارند؟ چه فایده داره نمیدونم، اما اصولا حال میده آدم قدمتش بالا باشه. چند سال اینجا ساکن شما؟ الان نزدیک 300 سال. 300 سال؟ چند وقت ساکن محل شنگی؟ 300 سال. چند وقت ساکن محل این؟ والا دقیقا که نمیدونم، ولی بگم 200-300 سال میشه. پیشگوها اواسط هفته اعلام کردند که قرار اگه اوضاع جوی و وضعیت ستارگان رو به راه باشه، خروزخون پنج شنبه یارانه ها رو بریزن به حساب. نمیدونم ریختن یا نریختن، اما تو رو به جان عزیزتون، اگر میخواهید این یارانه رو بدید، بدون پیغام و پسپام و پیامک و از این داستانا بدید. انقدرم امروز و فرداش نکنید، به یه وضع مشخصی، به یک روز مشخصی بدید. اوضاع جیبای ما خیلی قمر در عقربه ها، بدید بی مکافات. لحظه شمار گذاشتن روی تریبون که ثانیه به ثانیه مخاطب متوجه بشه چند ثانیه دیگه مونده سخنرانی تموم شه و خلاص، ابتکار خوبیه. لطفاً قبل هر سخنرانی از خودتون بپرسید اگر من این حرفا رو نزنم کسی ضرر میکنه؟ صنعت و دانشگاه دو محیط متفاوتند. خب بله، من وقتی وارد صنعت میشم باید خودم رو تطبیق بدم با محیط صنعت. یعنی جناب دانشجو، جان من، به قول قدیمی ها این تن بمیره، در بحث صنعت و دانشگاه از این حرفا بدیهی تر در جهان بشریت وجود داره؟ آقا وقت شما، پول ما، عمر من و شما، جان من دکتر. امروز سه‌شنبه است و این همایش بزرگ امام خمینی و بیداری اسلامی. امروز سه‌شنبه است و این همایش امام خمینی و سیاست خارجی، دقیقاً در یک روز. خدا به همتون قوت بده، اما انصافاً در این حوزه ما چند اندیشمند داریم که در یک روز دو همایش بزرگ در یک حوزه تقریباً مشترک برگزار بشه. بهتر نیست اگه صلاح بدونید همه این انرژی ها مثلا صرف نشر یک یا دو عنوان کتاب دانشگاهی بشه با تمام ظرافت و دقت یک کار آکادمیک. میگم انصافا از این همایش ها چیزی هم در میاد، منظورم از چیزی دستاورد علمیه ها، نه چیز دیگه. حد دادل با پایی که در فوتبال شکسته بود به مجلس انتخاب رئیس مجلس آمد، اما رئیس مجلس نشد. منتها ما ندیدیم یا نشنیدیم راه بیفته این بر اونور متلک سیاسی بگی یا اینکه موشی بده اونو از این داستانا. دکتر این یه اخلاقت به دل آدم میشینه. هیئت رئیس این مجلس سه‌شنبه اعلام کرد که چهارشنبه جلسه ای میگذاره به حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر معدن و تجارت که اوضاع اقتصادی مملکت رو بررسی کنه. منتها شرمنده، این تصویر متعلق به روز سه‌شنبه است، یعنی دقیقاً همون روز. این آقا با این کیف قشنگ هم رئیس بانک مرکزیه که داره میره چین و ماچین. وزیر صنعت و تجارت هم که گویا یه ربع ساعت پیش رفته نشسته تو هواپیما. پس جلسه چی میشه؟ قربون این همه هماهنگیتون برم. به طرف گفتن بدو خودتو برسون، قطار رفت، دیر شد. گفت کجا میخواد بره؟ بلیتش دست منه. خداحافظ.